خب چه خبر رون؟ چه خبر تهران؟ کوری کوریوانس اینجاست. R30 ها؟ R313 من فکرم R13 R313 فیت راودی که قراره لینکشو لینک چیه؟ لینکش تو دیسکریپشن و قراره با هم دیگه اینجا گوشش کنیم. اینجا کجاست؟ کانال خودتونه، یعنی فرشاد تو لایف. کوروش بعد از پروژه موفق آره در ادامه پروژه ناموفق فلامینگو بود یه ترکی داده به اسم R313 که من نمیدونم واقعا چیه. R13 سرچ کردم قرص هموروید، ولی R313 عوضش فرشاد ادیتور میدونه منظورش اتاق 313 روم 313. قرار با هم دیگه بشنم ببینیم چه خبر دیگه. لینکش رو دیسکریپشن، لینک یوتیوب دلول و اسمرم تو دیسکریپشن. کوروش هنوز 99 که هنوز 100 کی نشده. آیا من نمیدونم چند تا ریاکشن ویدیویی که هی کانال کوروش رو چک میکنم که ببینم کی 100 کی میشه، 100 کی نمیشه. همیشه هم 99 خورده ایه. مثلا واقعا 6 ماه ما 99 خورده. لینک یوتیوب اسمرم و دلولم که گفتم تو دیسکریپشن، و اگر فورگانگ ها رو ریختید توی کامنت بریم با هم دیگه بشنویم R313 از کوروش فیت راودی رو. خب تایم ترک اول اینکه 313 سمو 313 سو 13 صدق و 13 ثانیه از این کارهای اعدادگرایی و رضا پیشرویی انجام دادن. بیت پرودوسر کوروش و مستر ام پی و ایت و ایت نویز میکس با مستر ام پی، کاور آرت کوروش و اماد بی آر زد، ویژوال امیر آشوری، بیزد تیون دیستریبیوشن، شروین هم ساوند کلاود دیستریبیوتره و لیبل هم که آن ریپیته. برو بریم. من راودی هم یادم نمیاد چیزی شنیده باشم. این سمپل کنون ترکش بود؟ دون 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 جلس؟ به قرآن جلسه یه دقیقه بایستا. جیلوس جیلوس شبیه اینه اون نیست ولی واقعا شبیه. یکش جیغ کسی صدا تو نمیشنوه، دلت سیر نمیشه دنبال بیشتره، همیشه هرچی هم باشه بازی چیش کمه، مثل الکول میگذره میپره. از همون لاف سانگ کانتروورشال های کوروشه که با تناب میبنده و بات پلاگ رو در میاره میکنه تو دهنه اون یکی داف بغلیه و اینا. بزنی اینجا قراره چی کار کنه؟ آمادم میخوام سرچ کنم امشب پرن هابا کوروش. توی رد روم بدنش توی مشتم بینمون فاصله بود کشتمش، میلم میپیچی تا دور خودت، دنبال چیتا نمیدونن که دست منه کدت، امشب کردم سر تو بهت سنگین تره رولتون، بازی نمیبازم به کسی من بجز خودت. تا کس خول توی رد روم روی کوک روک شدیم حیوان قلوب قلوب هگری روک. اصطلاح چیزه تیکه کلمه کوروش کلن روی کوک روک شدیم حیوان بجز خودت. تا کس خول توی رد روم روی کوک روک شدیم حیوان قلوب قلوب هی گری گوز میره تون تون شدش کی روز لب مرز انفاز مکسیک شدم رد ات تن سکسید من وردم تو تل اسمی اون رد روم نداشت اگزید میاد چشمات جلو چشم هم مثل ورسام تو رو حفظم میدی لفت بایسته داره وردم تو تل اسمی این فقط من میتونم باز کنم اینش تل اسمو اون رد روم نداشت اگزید میاد چشمات جلو چشمم مثل ورسام تو رو حفظم میدی لفتش درات هرسم لبام تشنه لبات چشمات جلو چشمم. من یه بیتشو میشتم یه اونم تو فکر بعد به خودم میان سه تا بیت دیام زده چشمم مثل ورسام تو رو حفظم میدی لفتش درات هرسم لبام تشنه لبات چشمم رو بود برام دست ششتو بکارم فکر کردی که بردی باختم من از قصف جرزم رکب خوردی صداهای ریورس در ترک در بیت مشاهده میکنیم و به گوش میرسه. بکش جیغ کسی صدا تو نمیشنوه، دلت سیر نمیشه دنبال بیشتره، همیشه هرچی هم باشه بازی چیش کمه،
مثل الکل میگذره میپره اتاق تاریک و منو چش روشن. بک وکالا قدرت منطقه است. بک وکالا الکل میگذره میپره اتاق تاریک و منو چش روشنش به هم قول. جفتتون توی اتاقید رودی و کوروش؟ آخه چش هر دوتاشون روشنه. بده نری بشی گنتش توی بدروم بدنش توی موشن بنمون فاصله کوش قلبیم توی لحظه بدنمون لمسه در رفته دسته. میدونی که فاصله بین اونو چه جوری باید بکشیم؟ فاصله رو که میکشن اینجوری میشه توی بدروم بدنش توی مشتن بنمون فاصله بود کشتن. قلبیم توی لحظه بدنمون لمسه در رفته دسته شده چند ست نبود دسته چند ست؟ حاجی چند سالته کن راودی چند سالتونه؟ این تک برای زیر 25 ساله این ورس. بسه نگو بسه یه او زندان شد اون بدروم گیرم انداختی تو سلول میزد چشمات منو میگول دنیام تموم میشه تو بغل تو نبودی بر من نبودم بر تو چرا میپوشونی که او دیگه میکردن تو یه روز از سرشو میفته زود از سر تو میره از سرش میره از چی پشیمونه؟ مگه یک شب عشق و حالشون توی یه ردروم و ایروتیک ترین لحظاتشون رو مگه نمیگفتن؟ از چی پشیمونه پس؟ میگیری چی میگم؟ مثلا تا الان راجع به این که من درگیر یکی بودم که اون آدم رفته و فرمون چرا رادی به ایت آخرش هیچ چیزی گفت؟ گفتش که چرا میپوشونی کبودی گردن تو؟ احتمالا کبودی گردن دافه کار رادی بوده. بعد گردنش پوشونده رادی میگه واسه چی میپوشونی؟ پس احتمالا با یکی دیگه یه سر و سری داره که میپوشونه که بعدش بهش گفت میره یه روز از سرشو میفته زود از سر تو. خب بجز این من هیچ اثر دیگه ای راجع به این که من با یکی رابطه دارم که الان رفته باید برگرده و اینا چیزی نشیدم من. باز چرا آخر ورس کوروش هم یه درد دو بیت چیز چنیدیم که آقا دور بود برام دستت فکر کردی که بردی باختم من از قصبت رکب خوردی. میگیری چی میگم؟ من تا الان معلق بودم تو موزیک تا اینکه این بیتو شنیدم که برگرد دیره. یعنی چی برگرد؟ بس برگشت رانی بیا کله رو بده بیرون از فکر دستم کن جوز جر آجی هیچ داروی مسکن تر از قد شد نتم قد شد عذر میخوام به ما قد شد اشکال نداره. خب این بود آرت 313 از کوروش فیت راودی. میگم من با داداش راودی افتخار آشنایی ندارم ولی کلن لیری میگم یکی از همون ترک های اروتیک لاو سانگ های سیگنچر کوروش بود که نمونه شما توی ترک های مختلفش داریم. نمونه اشاراتشو حداقل توی ترک های مختلف داریم. کلن این اشارات خیلی کانتروورشال و اروتیک که مثلا باد پلاگ و اینجور چیزا تیریسام و شوگرت مثلا جیب کشوه شوگرت پول بپیچون و اینجور چیزا واقعا چیزاییه که کوروش رانتوز یکی از کسایی بود که ما بهش میشناسیم. حالا نمیگم کوروش شروع کرده بود ولی از امضاهایی که ما کوروش رو بهش میشناسیم و این امضا رو به کوروش میشناسیم. یه ترک دیگه در همون راستا بود فول ددیکیت شده بود توی به یه چنین حسی به اون شهوانیت درون و اینجور چیزا و من یه سری چیزای پروژه رو دوست داشتم. به نظرم خیلی هارمونی بود. هم کاورش به نظر من کاوره به من نمیدونستم R313 چیه. خب ولی وقتی کاور رو دیدم اومدم سرچ کنم R313 مثلا سرچ هم R313 روم سرچ کنم ببینم چیه معنیش چیه. بعد اون قرمز بودن و یادآور رد روم بودن کاور
یه چنین حس مرموز و آدرنالین بالا و هیجان و اینایی به آدم میده. مون تا اون هیجانو میتونست حالا شکنجه باشه، میتونست مثلا بازجویی کنیم از یکی تو اتاق قرمز، میتونیم هم کارای بد کنیم ولی کار بی ادبی کنیم. این منظورم اینه که من از کاورش این حسی گرفتم و کاور به نظرم خوب انتخاب شده. مون تا ترک به نظرم یه مقدار سیف بود واسه کوروش، یه مقدار نرم بود تو همون مسیر کانتروورشالی که خودش مثلا امضای خودشه. فضا سازی باحال بود، فضا سازی واقعا شبیه اون دود قرمزی که لای از زیر در اومده بیرون. یه دود قرمزی تو کاور دیده میشه، واقعا حال و هوا اون صداهای ریورسی که توی بین ورس کوروش و کورس استفاده شده بود و اینا همه اون مرموز بودن و رازآلود بودن رو زیاد میکنه و میسازه واسات. اما میگم خود ورس یه مقدار کوروش وانتونز بود، یه مقدار قابل پیش بینی بود که در با کیفیت بود، ولی قابل پیش با کیفیت قابل پیش بینی با کیفیت غیر قابل پیش بینی خیلی فرق داره. قابل پیش بینی بود یه مقدار، یه خورده نرم بود، میگم اون اشارات کانتروورشال کوروش خبری ازش نبود و کلا سعی کرده بود خانواده پسندتر یه مقدار بنویسه اینجا. تک تک کس دیوونه کنیه ولی بدبختی نیست من کیرم. واقعا میگم بجز این هماهنگیایی که در تصویر و در صدا سازی ها، در فضا سازی ها، ساوند اسکیپ ها، میکس و اینجور چیزا وجود داشت، جایزه ای واسه من نداشت. و میگم یه دونه علامت سوال بزرگم تو ذهنم هست که اونم همونیه که گفتم که اصلا ما مگه از رابطه خاصی داشتیم میخونیم که تهش با پشیمونم بیب تموم شد چک. ولی حالا کار ندارم، من کوروش رو دوست دارم، کوروش آرتیست با برنامه یه به نظر من، خیلی با سلیقه پیش میاره کاروش و بلو اصلا بدترین کار دنیا هم بندازه بالا، به یه سری چیزا اهمیت میده، استراتژی داره و این چیزا جذابه. و یکی از دلایل دیگه ای که کوروش رو دوست دارم اینه که آدم بالغیه، میشه راجع به موزیکش نقد کرد و مطمئن بود که اون آدم شخصی برداشت نمیکنه که من میگم آقا موزیک بده، منظورم اینه که کوروش بده. خب حالا ولی اینکه میگم این موزیک بد نبود، موزیک معمولی و قابل پیش بینی بود از سمت کوروش واسه من. میگم به خاطر اون هارمونی و تر تمیز پیش بردن پروژه و رولات تمیز و اینجور چیزا من مثلا 5م، ولی کلا پروژه فرمولی تری بود خیلی، و همون چیزی بود که میگن کوروش فانتونز احساسی و ایموشنال من میاد تو ذهنم. شما نظرتون رو راجع به این چک بنویسید. ویدیو رو دوستاشی لایک نداشتید، دیسلایک فورگنگ تو کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، و اگر ویدیوهای کانال خیلی دنبال میکنید و خیلی خیلی دوست دارید زنگوله بغل سابسکرایب بزنید و تا ویدیوی بعدی فور گنگ.